سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین و چالش های روابط دو کشور موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است. هانس بناندایک و تیموتی فربرنگ در مقاله در یو اس ای نیوز با عنوان ترامپ می وضعیت را برای چین دگرگون کند. می و 45 سال پیش ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا با هدفی استراتژیک به چین رفت تا دینامیک میان پکن و مسکو را به نفع آمریکا تغییر دهد. در صدر دستور کار سفر پرزیدنت ترامپ به چین کره شمالی و مرکز تجاری چین قرار دارد در این سفر فرصت برای پیشرفت در این دو حوزه و حتی تکرار تغییر روابط قدرت وجود دارد چین در پی تغییر نظم بینالمللی موجود است اما برخلاف روسیه در پی تضعیف سیستمی نیست که برای بقا به آن نیاز دارد حملات سایبری روسیه به غرب با هدف ارعاب و ایجاد شکاف در اروپا و آمریکا انجام میگیرد در حالی که هدف حملات سایبری چین جاسوسی اقتصادی است چین و ایالات متحده منافع مشترک کافی برای ایجاد یک رابطه بهتر دارند. بیل گارتز در مقاله در واشنگتن فری بیکن با عنوان چینی ها هر حرکت ترامپ را پیش از بازدید او از آن کشور مطالعه کردند میلی ستا تحلیلگر چینی ماها بیوقفه تمام جزئیات درباره پرزیدنت ترامپ را مطالعه کرده و در گزارشهایی برای شی جین پینگ رهبر چین فرستادهاند واحد ویژه دولت چین وابسته بر آن کشور با نام رمز اسکای هارد شامل 350 مقام در مرکزی مخفی به نام وسترن هیلز در غرب پکن، مقر ارتش آزادی بخش خلق چین سخت کار می‌کنند. اطلاعات گردآوری شده از پرزیدنت ترامپ شامل عادات فردی علایق شخصی، کتاب هایی که خوانده برنامه های تلویزیونی که می غذاهای غذا های مورد علاقه لباس ها و مارک است که دوست می دارد. بررسی توییت های رئیس جمهوری آمریکا پنجره جدیدی به چینی ها برای مطالعه دونالد ترامپ داده است. مایکل مازا در مقاله در نشنال اینترست با عنوان فرای کره شمالی چرا ترامپ لازم است بر دریای جنوب چین و تروریسم تمرکز کند می چین برای رفتار برهم زننده ثباتش در دریای جنوب چین بهای چندانی نپرداخته است پرزن ترامپ باید برای همتای چینیش روشن کند که آمریکا می تواند در صورت عدم توجه پکن به طیفی از اقدامات دست بزند از جمله توقف صدور ویزاهای تحصیلی برای اعضای خانواده مقام های ارشد دولتی و رهبران تجاری چین، تعلیق ویزاهای سرمایه گذاری برای متقاضیان چینی و تحریم شرکت های فعال در ساخت و ساز جزایر مصنوعی دریای جنوب چین. پرزیدنت ترامپ در ویتنام از توافق بر سر توقف یک ناو هواپیمابر آمریکا در ساحل آن کشور در بهار آینده خبر خواهد داد. فیلیپین مکان مناسب دیگری برای استقرار دائم یا چرخشی نیروهای نظامی آمریکا در نزدیکی دریای جنوب چین خواهد بود. نیروهای مسلح فیلیپین در نورد در ماراوی موفقیت آمیز عمل کردند. اما این تنها پایان آغاز مرحله جدیدی از تروریسم در جنوب شرقی آسیا است. تهدیدهای تروریستی آن منطقه به فیلیپین محدود نمی شود و اندونزی را هم در بر می گیرد.